این هفته خبر تو خبر خبر داره براتون از دامنه تأثیرات تحریم که الان به مخ و اعصاب خرچنگ نظام هم کشیده و باعث شده که به اکتشافات جدیدی در زمینه فواید تحریم برسه. از ویژگی‌های انقلاب ما فرصت سازی است. از دل این تحریم‌های بیش از 30 ساله چی در اومد؟ پیشرفت‌های خیره کننده هسته‌ای. و من امیدوارم همین تحریم هم سبب بشه انشالله ملت بزرگ ما خیز بردارن به سوی اقتصاد منهای نفت. بله، پس اقتصاد مملکت تا حالا پشت تحریم مونده بود تا از تک پایگی خارج بشه ها؟ باز این خرچنگ امامه به سر اومد حرف بزنه، تو سرازیری معلق زد. البته از این معلق زدن‌ها و وارونگویی‌ها در مورد اوضاع درام اقتصادی توی نظام زیاد شده. از ترس اینکه فنر فشرده نارضایتی مردم با این تورم و گرونی یه وقت از جا در نره، اره و اوره و شمسی کوره توی تلویزیون نظام قطار شدن تا ملت رو قانع کنن که فقر از مواهب الهیه. آیا منظور شما اینه که فقر یا مصیبت‌های دنیوی که وقتی گریبان گیر ما میشه نتیجه گناهان ماست یا اینکه نه؟ هیچ اتفاقی شانسی نیست، اثر یک عمله، اما الزاماً اینجور نیست که اثر یک گناه باشه. بخشی دیگه از بلاها ترفیعیه، ارتقائیه، یعنی نه برای کتک زدنه به خاطر یک عمل بد کفاره است، نه، بلکه برای این هست که یک زمینه خدا داره پیش میاره که شخصو بالا ببره. آه، یعنی در واقع اگر دچار بیماری میشیم، اگر دچار فقر میشیم، اگر مصیبتی میاد سراغ ما، اصلا ممکنه کاملا گناهانمون باشه. فقط سوالی که باقی میمونه اینه که چرا خدا این زمینه رو برای مقام عظما، آقا مجتبی و برادران قاچاقچی سپاه فراهم نمیکنه تا اونا هم یه مقدار شخصیتشون بالا بکشه؟ یا چرا زمینه رو برای این حاج آقا کله کدو فراهم نکرده که بعد از عمری مفخوری داره برای ملت از فواید فقر و گرسنگی صحبت میکنه؟ بدنهاتون تازه میمونه. ببینید وقتی ما خیال میکنیم توی رفاهات شو اینا، خب بدن ما بده، بله، خب این زیاد خوردن زیاد خواب بدن خراب میکنه. خیال میکنیم بدنتون تازه میمونه، یعنی همین که کم میخوری فعالیت میکنید چه میکنید، شما میبینید توی زندگی شهرستان میبینید با اینکه سن طرف هم مرد هم زن بالاست ولی مشو سر حالت واقعا هم هستن، یعنی تازه است، یعنی این بدن مثل یه بدن 40 سال است در حالی که 60 چند ساله. ارزش انسان این نیستش که حالا من غذای فلان چیه فلان، ارزش به بندگی خداست، به خدمت به مردم، به علم، به نماز، به دینه. اما خب همون کم، نه اینکه کم میخوره نداره، یعنی برای این اساسی که اینقدر باید بخوره. بله، فعالیتش به جا چیه؟ وقتم هر داشتنی، ببین اموال وقتی میادش خود نگهداری و تحفظش برنامه و فکر و انرژی و اونم داره، آخه خیال نکنیم همش نفعه. زندگی رو بر اساس همون درآمد ببندن اینطور نیست. حالا خدا من درآمد بیشتری شد، کار بیشتری چیزی. حالا توجه شما رو جلب میکنیم به یه نمونه از علاقه شدید سید علی به آزادی بیان که توی دنیا لنگه نداره. ما طرفدار آزاداندیشی هستیم. البته من بگم به شما، آزاداندیشی جاش توی تلویزیون نیست، آزاداندیشی تو جلسات تخصصی است جاش. بله، جلسه مثلا فرض کنید در زمینه فلان مسئله سیاسی یه جلسه تخصصی دانشجویی بذارید، دو نفر بیان اونجا، دو نفر، پنج نفر، ده نفر بیان بحث کنن با هم دیگه، این میشه آزاداندیشی. جلسه جلسه تخصصی، والله تو جلسات عمومی در صدا و سیما دو نفر بیان، اون کسی که حقه اون غلبه نخواهد کرد لزوماً، اون کسی غلبه خواهد کرد که بیشتر عیاری کار دستشه، میتونه بازیگری کنه. در محیط های عمومی البته جای اون بحث ها و مناظره ها نیست.
علت ترس سیدعلی از مناظره تلویزیونی تجربه انتخابات قبلیه که از مناظره تلویزیونی تا افقی شدن عمود خیمه نظام در کف خیابونا پیش رفت. به همین خاطر خامنه‌ای حواسش هست که مبادا دوباره یه شعله کوچیک کل نظامش رو فنا کنه. دیگه توی سوریه هم این روزها سری سری پاسدارهای صادراتی عظما تو تور ارتش آزادی سوریه میفتن و به دردسرهای ولی فقیه اضافه میکنن. پشم و شیشه آخوندی هم مونده که چطور برای حضور این همه پاسدار تو سوریه توجیه بتراشه. یه بار میگه اینا زوار بودن که برای زیارت رفته بودن. صبح روز پنجشنبه اتوبوس حامل زهران ایرانی که از شهرستان مرودشت استان فارس برای زیارت به کشور سوریه و عراق عازم کشور سوریه بودند، در بین راه حلب به دمشق و نزدیکی ادلب توسط گروه‌های ناشناس مسلح تعداد 11 نفر از مردان کاروان رو که سن اونها بین 25 تا 50 ساله بوده رو گروگان می‌گیرند. حالا اینکه جز پاسدارای خامنه‌ای چه کسی به سرش میزنه که توی این اوضاع سوریه بره اونجا زیارت بمانه. یه بارم که یه سری دیگه‌شون اعتراف کردن که کارشون سرکوب مردم سوریه بوده، توسط تیوی ریش به عنوان تکنیسیان رونمایی شدن. داداش من سال 86 از دانشگاه تهران جنوب مدرکشو گرفته، اینم دانشنامه‌شه. تمام شرکت‌ها، تمام نیروگاه سطح ایران اینا رو میشناسن چون واسه شون کار کردن. این تصویری که الان شما میبینین لباس آبی تنش هست، مجید غنبری تکنسیان فنی درجه 2. بعد هم برای ماسمالی کردن اعترافات این استدلال رو خرج کردن. اولین نکته‌ای که نظر هر بیننده را در این ویدیو جلب می‌کند، تحت فشار بودن این گروگان‌ها برای به زبان آوردن برخی جملات است. اینجا و تیم من تحت حمایت و پشتیبانی نیروهای امنیتی. اما خدا وکیلی اینا بیشتر تحت فشارن یا این بچه‌هایی که نشوندنشون توی این کلاس تا جملاتی رو از روی کاغذ بخونن که نه خودشون معنیشو می‌فهمن و نمی‌تونن حفظش کنن. در زمان فتنه ما میخواییم بررسی بکنیم ببینیم در زمان فتنه چه رخ دادی میشه که ما نمیتونیم حق و از باطل تشخیص بدیم. ما همونطور که میدونیم اگه سفید و با مشکی قاطی کنیم حق و با باطل قاطی بشه، یعنی زمان فتنه، ما نمیتونیم سفید رو بگیم که این سفیده یا مشکیه.